بسم الله الرحمن الرحیم عزت مندلیدون کو بخیر اغلاس ایران نن سهار پر اسرائیلو باندې لسکونه جون الوتکو او راکټونو په وسیله باندې برید ترسره کړلو. د ایران ځانګړو ځواکونو یا سپاه پاسداران په یو اعلامیه کې ویلي وو چې لسکونه بریدونه یې د اسرائیلو پر هغه مرکزونو ترسره کړي دي چې په دمشق کې یې د ایران په کنسلګرۍ باندې بریدونه ترسره کړل او له دغه مرکزونو څخه مهم استخباراتي مسایل مدیریت کېدل. په نړیواله او سیمه ییزه سطحه باندې غبرګونونه دغه مسئلې درلودل. د امریکا ولسمشر جو بایډن وویل چې که هر اقدام اسرائیل د ایران په ځواب کې ترسره کوي باید واشنګټن خبر کړي. بلخه اسلامي امارات د ټولو هغو بانفوزه هیوادونو څخه غوښتلي دي چې د کړکیچ د کمیدو په پار باندې دې هڅې وکړي او د دغه کړکیچ زیاتېدو مخنیوی دې وکړي. په ټوله کې د ایران دغه حمله پر اسرائیلو باندې د څه ښکارندوی کوي؟ څنګه د جنګ شولې افغانستان ته رانسي او د دې مخنیوی وسي؟ په ټوله کې د دغه اوسنی وضعیت تاثیرات په د سیمې پر هیوادونو باندې څه اوسیږي؟ سلامونه عزتمند لیدونکو، د نن شپې بحث مې د موضوع ته ځانګړی کړی ده. په بحث کې راسره عزتمند میلمانه هم شریک سوي دي، د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عبدالنصیر بخشي صاحب زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري، همدارنګه د اسلامي امارت غړی ښاغلی عبدالحمید خراسانی زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي، پخوانی ډیپلومات عزیز مارچ هم زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي. درې واړو میلمنو ته په بحث کې ډېر ښه راغلاست وایمه. عزتمندو میلمنو اجازه راکړئ زه بحث له مارچ صاحب سره پیل کړم. په دې تېره شپه ایران پر اسرائیلو باندې برید ترسره کړلو او اسرائیلو وویل چې ډېری بریدونه د دوی لخوا د هوایي دفاع څخه دفاع سوي دي. له هغه وروسته چې په دمشق کې اسرائیلو برید ترسره کړلو، اوس د ایران دغه ځواب چې سپاه پاسداران ورته ورکړی ده، دا د څه ښکارندوی کوي او فکر کوي د سیاستونو کومه برخه ده؟ مننه. زه لومړی تاسو ته، تاسو تخنیکي همکاران ته، قدرمن معلومات ته لیدونکو او اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ، دلته یو نړیوال موازینو ته بابا لاړ شو او د ډیپلوماتیک او پروتوکول ډیپلوماتیک اصولو ته. کله چې اسرائیل په دمشق کې د ایران په کنسلګرۍ باندې حمله وکړه، یرغل وکړ او اوه کسان یې ورته ووژل، اصول د ډیپلوماتیک خصوصا د کنوانسیون د 1968 کې هغه خاوره چې د مقیم هیواد کې یو اساسولي سیاسي بل هیواد ته ورکول کیږي، دا د هغه مدعو هیواد خاوره بلل کیږي، یو مسنونه ډیپلوماتیک لري. دا یو مسله ده. په منشور د ملګرو ملتونو سازمان په یو 15مه ماده کې په صراحت باندې راغلي چې هر هیواد حق دفاع لري، نور جزئیات هم شته چې نور هیوادونه باید په مرسته او دا وکړي. په دا دامسته بیا نو د منشور په بنیاد باندې او دولت حق د دم لري، مثلا که چیرې په بل هیواد عدم مداخله اوس هم جواري رعایت او احترام متقابل په پام کې نه نیسي، د امنیت شورا ته درخواست هم ورکړي او نړیوالې محکمې ته هم بررسي وڅېړل شي. ګر چې ایران یو غږ پورته کړ په نړیواله کچه باندې، داسې یو عادت هم سوی خو عریضه یې وړاندې نه کړه، نو بنا د خپل عزت و حیثیت لپاره، د خپل د دې لپاره چې انتقام واخلي، متقابل همداسې یو حمله یې وکړله په فعلي عالم کې. که څه هم دا هوایي حمله ده او لشکر محکر پکې نشته، تلفات به ډېر ونه ویني او دا هیوادونه هوښیار دي، ځان ډېر زیات نه زوبلوي، باره مجبوره هم شول چې دا کار وکړي تر هغه چې کوي نه کې بیا په نړۍ کې خپل طاقت او قوت هم نشه ښودلی. ایران په خپله هر کال د پالیسی دفاعی خارج مرز یا دفاع بیرون مرزی یا اداره ده چې هغه هر کله 290 تر 300 میلیونه په شاوخوا سیمه په دې خاورې میانه او په دې جوی کې مصرفوي چې د ګټې وساتل شي. دا کار افغانستان کې هم کوو، هغه د پیسو په زور خپل لاسپوڅي کېنول چې ګټې خوندي وساتل شي. خو په هر صورت هغه ستودیته چې دغه دکتورین یا صاحب نظر د نظامي د پوځي وایي چې جګړه دوه حالته پیل کېږي، یو تصادفي چې یو پېښه منځته راځي، یو پلان شوی پروګرام برنامه یې چې هغه ته ټول تدابیر نیول شوي، هغه مخکې استخباراتي او کشفي ادارو پرې پول راوړي،
خریطه یا نقشه د نظامي ورته جوړی بله. تجهیزات ورته آماده یي او مقابل لوری هم تقریبا خبر یي لکه په دې خو نه خو دغه جګړه چې اوس پیل سوې ده دا خو هم جګړه نه 15 ساعته دوام وکړ کیدای سي نوره ودرېږي ډېر وړاندې هم لاړ نه سي کیدای سي دوام به وکړي خو دې ورباندې بحث وکړو خو دا هم تصادفي وه ځکه تصادف پېښ شه چې اسرائیل همده وکړه یې دوی په کنسولګرۍ باندې بله. اما پلان سوی کار هم له ډېر پخوا نه ایران او اسرائیل یو بل ته ګواښونه هم کول دغه توغندیز دا اوس یې وایي چې درې سوه یو دېرش توغندي او مختلف لکه 115 دغه الوتکې بې پیلوټه او همدا تقریبا 6 کروزه او 110 بالیستیکي راتنه دوی چې مورولي دي په عمل دا 15 ساعت دوام کړی کیدای سي نور دوام ونه کړي ځکه دوی اوس په حالت کې وایي 500 میلیارد دا مصارف شوي دي په پار صورت جنګ هم تصادفي و هم پلان سوی و دې شاته نورې برنامې هم شته د شرق بلاک او د غرب بلاک دا بې تفاوته نه دي دوی په دې جنګ همدا اوس هم شته دوی ګټه ډېره ده نسبت د اسرائیل و ایران نه دوی همیشه خپل مارکیټ لټوي خپل وسایل خرڅوي خپل تجهیزات خرڅوي په جګړه کې دوی ګټه ده روسیه اوس غواړي چې د اوکراین مسله په دې کې را ختمه کړي یا یې په کې پوښښ کړي امریکا هم غواړي مثلا دغه د حماس او د یمنو دغه مشکلات چې روسیه هلته جوړ کړي هغه حل کړي پام د نړۍ را وګرځوي دا حالتونه شته هم با یو خبر ده چې افغانستان په دې کې ضرارت ډېر کوي مارید صاحب اجازه را که پند موضوع که تم پاتیسو دلته مسئله تنها مثلا د روسیه و د امریکا هم یو طرف تک چیرته و گرو دویم طرف تا مثلا د چین و د تایوان موضوع که بل خارا بخلو د شمالی کوریا گواخون و گتندن جنوبی کوریا تا که چیرته را واخلو دغه ارخونه څومره په دې کې داخل دي چې حداقل هغه څه باندې چې نړیواله درېمه نړیواله جګړه ورته ویل کېږي او موږ په درېمه نړیواله جګړه کې یو فکر نه کوي چې بدون د اتمي اسلحو د استفادې څخه یا مخامخ د روسیې او د امریکا د جنګ څخه هم اوس مهال د درېمه نړیواله جګړې څرکونه د همدغه څه سره لیدل کېږي ګورې دغه مملک دنیا کې وخیار دولتونه چې دي وخیار مملکتونه دي دوی مخکې خبرې چې پېښه چېرته کېږي دوی استخباراتي ادارې لري دا اجنتوري اوپراتیوي پروګرامونه لري دوی بیا تدابیر جوړ کړي د خپلې ګټې پر بنیاد باندې دوی له فرصتونو استفاده کوي د نورو جګړو نه ګټه پورته کوي دغه نومونه تا واخیستله چین امادګي لري تایوان ته چین امادګي لري جاپان ته ګورې هفته دوه هفتې مخکې جاپان له امریکا سره دفاعي پروتوکول لاستیک کړل بله دوی په دې خبرې څه پیښیږي یا مثلا روسیه پیږي چې اوکراین جګړه څه وخت ختمېږي په کوم ډول ختمېږي څه وخت ختمېږي نه ده تاوان کړی نه امریکا تاوان کړی یې د متحدینو واسطه مصرف کړه دا یې ورپې خرڅوي امریکا متحدینو هم خرڅه کړه هغه یې پې خرڅوي دغه داسې کمپلکس دا لوی لوی کمپنیانې چې دي ذخیره کوي دا نن سبا سعودي په دې پیږي چې دا اسرائیل جګړه د سعودي په ګټه ده یا مثلا دا دوی بیا دلته نو خپلې برنامې په بنیاد باندې دوی بیا حملې کوي یا استخباراتي حملې کوي یا تبلیغاتي حملې کوي یا د پردې شاته حملې کوي مستقیم نه کوي څوک ځان نه متضرر دی نن تاسې واورئ برطانیه د لومړي ځل دپاره پاکستان باندې اتهام وارد کړ یا تقریبا تور لیست کې واچاوه چې امنیت تر اندازې پورې خراب چې نور خپل اتباعو تلتا ته مزه تر پرونه پورې دا خبر نه وه چې همدغه حالت بدتره وه د پاکستان دا د نړۍ ټولې ګټې دې لاندې لویې لویې خبرې دي مثلا پرتې دي ما وخت ویلې چې افغانستان له دغه حالتونه باید ځان وساتي مارید صاحب اجازه راکړئ ضرر کوم ډېره زیاته مننه کوم مارید صاحب زه به د افغانستان مسئلې ته بیا راوګرځم تا که اجازه مو یې ښاغلی خراسانی سلام بر شما بسیار خوش آمدید برنامه شما همچنین حمله ایران بر اسرائیل چگونه ارزیابی میکنین بسم الله الرحمن الرحیم سلام درود خدمت شما و دوستان و همکاران عزیز هم به تنها ببینید آقای امید برخلاف دیدگاه های دیگران و اکثریت نظر به اطلاعات و مطالعه دقیقی که ما از ایران و اسرائیل و امریکا داریم اسرائیل و ایران با هم های پنهانی یکدیگران
اینجا یک مثلث شومی است آستین برزدن برای نابودی امت مسلمان. در این مورد هم روایات و سخنان امامان اهل سنت و جماعت است. بزرگان ایران در مورد ایرانی ها و دولت ایران اظهارات خود داشتند. ما شب در این مورد یک تحلیل داشتیم، بعد در صبح امروز همین تحلیل ما را از صفحه فارسی اسرائیل هم همین تحلیل با به حقیقت نمیشه. ما در شب ما گفتیم که ایران قطعا مراکز نظامی واقعی اسرائیل هدف قرار داده نمیتواند، جاهایی را به تفاهم یک دیگر هدف قرار خواهند داد که قطعا برای رژیم صهیونیستی تلفات وارد خواهد کرد. و شما دیدیم این هیچ صهیونیزم و امریکا در آنها میدارند که اینها یک مسئله شوم بر نابودی هستند. ایرانی ها در دوستی و دشمنی خود صادق نیستند. ببینید، من یک مثال بر شما میدونم. ایرانی ها امروز اینجا با امارت اسلامی نماینده هایشان تملق چاپلوسی میکنند، من روابط تامین میکنم در اونجا بر بغاوتی ها و شر فساد بر دزدان بر مافیایی ها پایگاه نظامی دادین، قرارگاه دادین، دفتر دادن، اونها را تعلیمات نظامی میدن. این منافقت ایرانی هاست. ایرانی ها به خصوص رژیم خامنه ای دشمن اسلام است و ایر ما در این مورد دلایل شرعی معقول داریم. این بحث بسیار طولانی است که در این مورد بیان صحبت کنن نماینده ایران دیگر که ما به ها دلیل شرعی برای از اینها پیشکش میکنیم که شما دشمن اسلام هستین، شما دشمن بشریت هستین، تهدید بر دیگر جهانیان و بر دیگر امت مسلمان هستین. شما امروز گروه های تروریستی به نام فاطمیون و زینبیون شما از پاکستان و افغانستان مزدورتان رو میبرین، تهدید میکنین مردم اهل سنت در عراق و سوریه، سرکوب میکنین، نسل کشی میکنین و شما در تفاهم با اسرائیل مردم فلسطین و مردم مجاهد و قهرمان فلسطین شما قربانی کردین، شما با سلاحی کردین، نسل کشی کردین. مردم باید از این درک کنن، مردم این را باید از بدانند که قطعا ایران دشمن اسرائیل و امریکا نیست. اینها یک مثلث شوم هستند، اینها دشمن بشریت هستند، اینها برای پیشبرد اهداف شوم خود این تو بازی های شیطانی را با پیش گرفتن. بخشی صاحب سلام بر شما، بسیار خوش آمد به برنامه. حمله اسرائیل بر فلسطین بعد از او حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق در سوریه و بعداً حمله ایران بر سوریه مبنی بر انتقام بر کشته شدن چند تن قماندانان سپاه پاسداران ایران چگونه ارزیابی میکنین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و صحبه اجمعین. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. نخست از همه درود می فرستیم بر روان پاک و مطهر تمامی شهدای راه استقلال و آزادی و هزاران شهید گمنام جهان اسلام که جانهای شیرینشان در راستای دفاع از ارزش‌های اعتقادی، نوامیس ملی و در راه اعلای کلمت الله فدا کردند. اساساً قبل از اینکه به نکته جنگ ایران و اسرائیل بپردازیم، میخوایم یک کمی از پیشینه موضوع هم صحبت بکنم که پس از جنگ دوم جهانی، زمانی که در اثر اعلامیه بالفور منطقه مسلمان نشین یا ساحه از کشورهای عربی محل سکونت یهودیان اعلان شد و تعداد از یهودیان آواره که بعد از جنگ دوم جهانی به مناطق عربی مسکن گزین شدند و اینها استا استا صاحب قدرت شدند، سرمایه‌دار شدند و بالاخره کشوری را به نام اسرائیل شکل دادند و از مدت 70 سال به این طرف در این سرزمین در بین قلب کشورهای عربی حکومت ایجاد کردند که از گذشته ها تا امروز کشور اسرائیل به عنوان یک تهدید برای کشورهای خاورمیانه و خاصتاً کشورهای عربی بوده و در واقع آمریکا هم در به قدرت رسیدن اسرائیل و در قسمت تمویل و تجهیز اینا به عنوان یک دولت مستقل در قلب کشورهای عربی همیشه نقش سازنده و کلیدی داشته. همواره کشورهای عربی از جانب اسرائیل مورد تهدید قرار گرفته و مبارزات و زد و خوردهای بین اینا وجود داشته، ولی کشورهای عربی همواره در قبال اسرائیل ضعیف آمدند، به این دلیل که از یک طرف آمریکا حمایتگر اسرائیل بود
و از طرف دیگر کشورهای عربی اتحاد و وحدت و همبستگی بین هم نداشتند و از جانب دیگر وابسته به آمریکا بودند. به این دلیل بوده که در طول تاریخ کشمکش های بین عرب و بین کشور اسرائیل وجود داشته. چندین بار رهبران و بزرگای کشورهای اسلامی عملکردها و عملات بالای اسرائیل داشتند ولی به موفقیت انجام نشد. مثلا شما شاهد بودین که جمال ناصر یک بار تلاش کرد که حملات ناگهانی را بالای کشور اسرائیل انجام بده و ای را از بین ببره، ولی متاسفانه در اثر توطئه ها و دسیسه ها موفق نشد. بعد ما و شما شاهد بودیم که از بین کشورهای اسلامی یگانه شخصیت آزاده و مسلمان مثل صدام حسین عرض اندام کرد که در واقع کشورهای عرب زنده ساخت و کشور عراق به یک قدرت مبدل ساخت و یکی از تهدیدهایی که میتونست برای کشور اسرائیل باشه صدام حسین بود و بالاخره صدام حسین هم در جنگی که با ایران شکل گرفت و در پشت ازی آمریکایی ها بودن، از یک طرف ایران صدمه دید، از طرف دیگه صدام حسین صدمه دید و بالاخره سرانجام صدام حسین در اثر توطئه و دسیسه آمریکا به شهادت رسید. و اساس سخن از اینجا شروع میشه که در مدت 70 سال همواره کشور فلسطین مورد هجوم قرار گرفته، مورد ظلم قرار گرفته و برای نخستین بار زمانی که کشور ایران به یک قدرت اتمی مبدل شد، در واقع اسرائیل فلسطین هم روحیه گرفت که بعد در برابر اسرائیل مقاومت بکنه و شاید کمک ها و حمایت هایی که از جانب ایران برای اسرائیل داده شد که برای فلسطین داده شد، فلسطینی ها تا حدی موفق شدند در برابر اسرائیل. و بحث دیگر این است که کشور روسیه که همپیمان ایران بود در او طرف در سر توطئه و دسیسه که صورت گرفت درگیر شد با کشور اوکراین و این جنگ ادامه پیدا کرد. بالاخره در این اواخر موفقیت هایی که کشور فلسطین در برابر اسرائیل داشت، دنیا متوجه شد که در پشت قضیه جنگ اسرائیل آمریکایی هاست و آمریکایی ها با تمام قوت از اسرائیل حمایت کردند و در واقع این نشان داد و ثابت ساخت ظرفیت نظامی آمریکا و او پیمانه که مردم از او میترسید به او پیمانه نبوده و این جنگ ظرفیت نظامی آمریکا را برالا و روشن ساخت و نشان داد که آمریکا هم شکست قابل شکست است و نشان داد که اسرائیل هم بدون تکیه بر آمریکا یک کشور ضعیف و یک کشور منزوی است. به همین دلیل بود که به این تازگی کشور ایران تصمیم گرفت که در برابر حملات و لشکرکشی های اسرائیل متجاوز باید پاسخ دندان شکن بده و این در واقع نقطه اساسی بود که بالاخره کشور ایران حملات را بالای اسرائیل انجام داد و این موفق شد و بالاخره آهسته آهسته امروز ما میبینیم که حس بیداری در وجود مسلمان ها زنده شده و امروز مسلمان ها و کشورهای همپیمان به این نتیجه رسیدن که بعد در برابر تجاوزات اسرائیل و این کشور صهیونیستی خونخوار باید استادگی بکنن. شکر. و خوشبختانه که در این اواخر کشور ایران حملات بسیار محکم و دندانشکنی را، ضربات دندانشکن برای کشور اسرائیل وارد ساخت، ولی متاسفانه از این که رسانه های زیادی در خدمت اسرائیل و آمریکا قرار داره و اینا رسانه های زیاد تبلیغات در انحصار خود دارن، در واقع صدماتی که برای اینا میرسه ایرا باستاب نمیتن. به این دلیل کشور ایران موفقیت های بیشتری به دست آورد و امروز حداقل انگیزه بیداری، انگیزه آزادی خواهی، انگیزه دفاع در برابر استبداد و ظلم و بربریت در کشورهای اسلامی ایجاد شده و ما امیدوار هستیم که این روند ادامه پیدا بکنه و کشور ایران و سایر مسلمان ها هم تعهد و رسالتی را که در قبال خدا و رسولش دارن در برابر حمل در برابر یهود و نصارا باید انجام بده. مارید صاحب کته هم په خاله رسنیو که ده هغه وخت نه چکلا د پر فلسطین باندې بریدونه پایل سوی دی ډیری غبرګونونه موږ ګورو، ولې نن داسې یو څه ما ولیدل، ویل کېدل مثلا چې د شپږ پنځوسو خویندو یا د پنځه پنځوسو خویندو یا ورور ایران په یو معنا باندې اباد د دغه حملو به څه یې په لنډمهاله اوږدمهاله کې دا ما ویل کنټرول جګړه ده، دا جګړه نیابتی تقریبا ده خو په لوی کچه بیا نه ده.
دا خپل ایران است په جګړو په دې خپل عمل هم کوي خورې منګه دا لکه افغانستان یا لکه نور هیوادونه ورته د جګړې قومانده د بل چا په لاس کې یا نیابتي جګړه یې چې مالک د جګړې وغواړي څه وخت یې بس کړي او څه وخت یې پیل کړي تر کومه کچه ورسېږي څومره پراخ کړي څومره وړه کړي دا صحیح ده چې د ایران شاته روس او چین مستحکم ولاړ دي د هغوی په ډاډ او په اطمینان سره یا په ټوله کې د شانګهای له هیوادو سره په تفاهم دا کار کوي ځکه ایران په دې تی بتنۍ دا کار نشي کولی بله اما اسرائیل هم معلومه خبره ده ځکه شاته ټوله ناتو ولاړه ده جګړه خو په دې کچه باندې ده خو لوبغاړي بیا دوی پخپله دي پخپله په دې معنی چې دوی په خپل لاس دا جګړه لري نو دوی هوښیار دي دا ملتونه هوښیار دي ځان ډېر نه زوبدوي ډېر ځایونه کې صرف د دې لپاره چې خپل طاقت وښي هغه یې وښوده چې آرام پاتې د خپل عزت او حیثیت نه یې دفاع وکړله تعبیر د یو ستر یو پنځوس ماتېدې منشور د ملګرو ملتونو ځکه په دې کې چا ملامت هم نه کوي زه ځان دفاع وکړله اما کېدی شي همدغه جګړه په همدې کچه باندې وویل نور تبلیغاتي جګړه مخکې ته لاړه شي او یا کېدی شي او څو ورځې نور هم داسې او ټکوټوکه په دې کې مارم بیا هم مقابل لوران موږ ګورو نه نه فساد د دوی دغه ټول توغندیز درې سوه یو دېر سوه درې سوه یو د توغندي ډېر زیات دی هکه بالیستیکي او کروزو مثلا دغه نور نو بې پیلوټه دا ډېره غټه خبر ده ګوره یروشلم ښار ته بیت العام ښار ته د قدس ښار ته دې ټولو ته دوی وګوره زر همه ټولو ته خوسا کړه دا په خپله ډېر غټ پاور ډېره غټه ضربه ایران ته ورکول کېږي او طاقت د خپل اسرائیل ښودل کېږي یعنی کر په کر کېده د دوی دواړو زور افمایي ده جګړې شاته نور برنامې پروګرامونه دي او د جګړې معمولا پایله په هغه وخت کې معلومېږي چې جګړه ختمه شي یا وروستی پړاو ته لاړه شي دا چې یو شاته ځي دا کېدای شي تاکتیکونه یي دلته مخکې سنجول شوي دي یا یو څوک مغلوب شي بېرته راپورته غالبېږي یا وروسته شاته کېږي یا جګړه په وقفه توګه ودرېږي بیا بیا پیل کېږي دا د دا جګړو تکتیکونه دي چې په کوم حالات مختلف دي مارم زه ګمان نه کوم چې په ډېره غټه کچه باندې دا جګړه وکړي او نه به سوریه او یمن او عراق هم د سره ډېر زیات ونه دري مارج صاحب دلته یو بله مهمه موضوع دا وه چې اسرائیلو په خپل غبرګون کې وویل چې موږ د خبرو په سطحه باندې ځواب نه ورکوو بلکې په عمل کې راځو ویلي وو چې دا هم په رسنیو کې خپاره شول چې ډیری کروز او بالستیک راکټونه د سوریې او د عراق څخه توغول شوي دي ګوره یوه خبره داسې دغه جګړه تنها فزیکي نه وي جګړه تنها دا اوس پهغه مثلا نظامي تبلیغاتي بڼه هم لري تبلیغات په رسانیو مطبوعاتو د جوې کې یا ډېر زیات اثر هم کوي مقابل لوري ته که څه هم دا اوسنۍ جګړې په تخنیک باندې مخته ځي تلفات به ډېر نه وي مګر بیا هم تبلیغات ډېر رول لري خو سر یو ځان ته وایي زه داسې کومه ستا کومه قوت دي ما ده او دا دي ما ده نو ما وایي چې پایله په هغه وخت کې څرګندېږي چې جګړه او څه وړاندې لاړه شي یا اختتامي حالت ته پایله پای ته ورسېږي د زدو حالت ته ورسېږي بیا سړی قضاوت کوي چې چا وګټله چا ونه ګټله اما زه بیا هم په دې باندې تعقیب کوم چې ایران خپله خپلې ګټې پروتوکولونه له غربي نړۍ سره له دغه یهودانو سره له ټولو سره لري دلته هم مسله د افغانستان ده چې دې باندې باید تعقیب موږ وکړو چې افغانستان دولت باید په دې کې بېطرفي مطلق خپل اتخاذ وکړي بېپرې باید ونیسي ځکه موږ نه شو کولی که نورو به هېوادو غوندې سره د فرصت د خپلې ګټې د خپلې ملي ګټو پر بنیاد استفاده وکړو بله متاسفانه هېره له دې نه چې موږ دې ته قرباني ورنه کړو هو نقص کوي نقص په دې کې چې تجارتي او سوداګري راکړه واکړه چې له ایران سره ده او افغانستان نن سبا ضرورت هم لري او ته د افغانستان توکې میوې هم کله کله دې خوا راځي به خصوصا د چابهار هغه چې جوړ شوی دغه ګمرک له دې نه افغانستان ته ډېره فایده رسېږي او ته د افغانستان کډوال هم هلته دي په ایران کې دا هم یو غټه ستونزه ده نو ترانزیت مسله هم ده د خپل چین یو څه پروتوکولونه چې ایران سره درلودل ترانزیت خاورې د افغانستان استفاده کوله دا واخانو دا جوړېدل دا هم بې څه نه وه بله سیاسي لحاظه د نړۍ پام چې افغانستان ته راګرځلی و ځکه افغانستان په انزوا کې ده انزوا دلته لوی خطر ده موږ ته ضرورت درو د نړیوال مرسته د نړۍ پام دې جنګو ته کېږي
مخې خواته ګرځي، افغانستان بیا خو د رفتهیې رسي. یا د نړۍ هغه برنامه چې وه چې باید راسي په افغانستان کې یو تغییرات راولي، یو استایي لاره پیدا کړي، هغه به په ټپه بیا د څو کاله به دلته په طالبانو او دغه نظام وي. موږ به تصادو نړۍ به سوچ لکه مکه چې په اوکراین کې مصروف سوله، بیا په نورو ځایو کې دا کېدی سي هلته مصروف سي. نو بهتره دا ده بېرته بېپارګي، ځکه ایران هم په 50 کالو کې افغانستان ته کوم خدمت نه ده. اماری چې اجازه راکړي زه بیا راګرځم. بس کې ایران هم همیشه په افغانستان کې لاسونه کړي خپل ګډ پر بودیا. موږ ته ښه ګاونډ نه ده چې موږ دې اسلامي روحیې په نوم باندې شعور نه ورکړي چې کشور اسلامي سو مسلمان هستې. تر پرونه پورې ته مسلمان وي که نه، چې افغانه دې موږ ته جوړولی یا پاکستان افغانه جوړولی، دلته دې جګړې کولې. نه اسرائیل د افغانستان په ګټه ده، نه ایران. موږ باید خپله هوښیار اوسو چې دوی په جګړو کې قرباني ورنه کړي. آقای خراسانی، در منطقه ابعاد این تنش‌ها چی خواهد بود؟ فکر می‌کنید بر وضعیت کنونی منطقه هم تأثیر خواهد گذاشت یا هم به نفع منطقه خواهد بود؟ خب اکثرا کشورها و خصوص کشورهای عربی این شیطان بازی‌های زیاد رو می‌کنند. اونها شما دیدین که عربستان سعودی و کشورهای قطر هم صالحا در این مورد اظهار نظر بیشتر نکردن، نگرانی نمی‌کنن. اونها می‌دانن که ایران دوست پنهانی اسرائیل است و ایران قطعا وارد جنگ واقعی با اسرائیل و امریکا نمیشه. شما باید داشته باشید در آغاز درگیری ها و تنش نوجی که بین مردم فلسطین و اسرائیل ها انجام یابید، وقتی که بریتانیا و امریکایی ها در حمایت اسرائیل و سرکوب امت مسلمان فلسطین اقدام کردند، ایرانی ها تحریک میکردن مردم فلسطین. آقای بایدن رئیس جمهور امریکا گفت که ما از ایران خواستیم که وارد جنگ با ما شود، قطعا ایران با ما جنگ نمیکنند. این برای قسمت اظهارات آقای بایدن است. شما برین و درستی در این مورد هموطنهای عزیز ما تحقیق کنند. این کدام تهدیدی برای کشورها نیست، این یک شیطان بازی است. مردم جهانیان بخصوص امت مسلمان جهان آگاه شوند، اینها درست مطالعه دقیق داشته باشند. خامنه ای دشمن اسلام است، خامنه ای کسی است که دشمن بشریت است، با اینی مثلث شوم صهیونیسم که دشمن بشریت است و اینها شیطان پرست هستند. با امریکایی ها و با صهیونیسم و ایران اینها برای آستین برزنند، برای نابودی بشریت، برای نابودی امت مسلمان واقعی. و این سه مثلث شوم، همین سه جناح تروریسم، اینها تهدید میکنن دیگر کشورها را. اینها برای پیش برد اهدافش که جناها و بودهای مختلف دارند. ببینید یک بود از این است که امریکایی ها و سرینیست ها اینها اسلحه خوراکش کمپانی های فروش اسلحه نظامی که در امریکا و در بریتانیا هستن اینها به فروش میرسانند با این شیطنت بازی ها. از این طریق ایران هم برای اوکراین و برای دیگر، برای روسیه، برای کشورهای دیگر، برای یمن و برای اینها سلاح به فروش میرسانند. این در حقیقت بودهای مختلف دارد. هم ایران میخواهد که حامیان خدا هم فکران مذهبی خود در حتی در کشورهای افریقایی اینها کار کرده. من تاسف میکنم بر حال اهل سنت و جماعت که اینها در خواب خیال هستند، اینها در فکرای بلحواسی هستند، اینها در دعوت برای اسلام واقعی کوشش نمیکنند. همه که در متاسفانه حاکمان سعودی هم امروز پشت فوتبال دیگر هستند، به جای از اینکه دین واقعی اسلام ترویج بدن، مردم دعوت کنند، اینها در کارهای بیهوده مصروف هستند. و ایرانی ها در مردم در اون دشمنی اسلام که تفکرات مخالف اسلام در دایره شرعی و معقول و صدها موارد اسناد پیش می آید که شرک میگن، کفر میگن، از آدرس مردم عامش نه، از آدرس روحانیون، از آدرس خامنه ای و خمینی، از اینها شرک میگن و دشمن اهل اسلام واقعی هستن، دشمن اهل سنت و جماعت هستن. برای نابودی اهل سنت صدها مورد، هزارها فرد اهل سنت بوده، افراد ملکی را. یکی بحث داعش است، داعش بدتر از اینها. یک در بحث داعش اگر با اینها یک جا بسازیم، اینها یک چارزولی شلوم شیطانی میشن که اینها هستن. ولی مردم اهل سنت سوریه را در کودال هایی که کندن میان دست بسته اونها را به مرمی میزنن و نسل کشی میکنن. اینوی ایرانی خواستن امروز بعد هم فاطمین و زینبین، مگر شما گزارشان نداریم؟ مگر جهانیان و مردم افغانستان اینها کیا هستن؟ اینها اینمی گروه های تروریستی هستن که برای نابودی امت مسلمان در عراق سوریه میرن. اینها اینمی گروه هایی هستن که امروز به نام عناصر دیگر، فتنه هایی را به نام داعش و دیگر سازماندهی کردن و مخاطب این همه باز
مردم افغانستان خواهیم، ما بر جهانیان در کل بر همه گیر میگم شرق و غربی بدانیم، مردم افغانستان مردم گوشفن صفت نیستند که شما هر برنامه شومتان رو بخواهید سر ما تطبیق کنید. با خدا قسم که این بار طرف مردم افغانستان نقشه و سرزمین افغانستان کسی چپ سن کنه چشمشان نکشید. تمام مردم مسلمان واقعی افغان افغانستان در کنار امت مسلمان در کنار امارت اسلامی است، همه با قوت پاسخ گوینده و پاسخ معقول بر هر جناحی میتیم که سر ما پلانشون داشته باشند. داعش امروز ایران و پاکستان و امریکا و دیگرها و تاجیکستان تمویل میکنه، سرباز میدهند، سازماندهی میکنند، مخاطبش ما را قرار میدن. جنگ ها را امروز ایران سازماندهی تحریک میکنه مردم فلسطین. ما بیاز هم بگیم که کسی سخنان ما را سوی تعبیر نکنه، در جهاد مردم فلسطین هیچ شک و شبهه‌ای نیست. مردم قهرمان، مردم شهید پرور، مردم آزادیخواه و مردم باعزتی هستند. ولی حرکتی که معقول مطابق به عقل و مطابق به ارشادات الهی که یعنی آماده جنگ نظامی باشیم، که بارها در این مورد آیت متبرکه از قرآن عظیم شان ما مطالعه کردیم که ما بهتر در جنگ تکنولوژی خود برسانیم به اونمو طلایی که ما مدافع همو پدافند های هوایی و همو سیستم هوایی از این که راکت های ما مثلا شما ببینید از حماس روزانه 100 راکت میزنه، تمام 100 راکت از اون را گنبد آهنین اسرائیل دفاع میکنه. ما باید از خدا به طوری آماده بسازیم راکت ما شیلی کنیم، ما سلاح استفاده کنیم که نیروی صهیونیسم نتواند که اون را دفاع کند، ما پاسخ معقول برش بدیم. ولی مردم فلسطین ما تحریک کنیم، با صدها هزار انسان مسلمان آزاده را قربانی بسازیم و یکی نتیجه صفر باشه. در نتیجه از اینکه ما اگر قربانی میتیم، ما اگر شهادت میتیم، ما ناکام نمیشیم. همین که مردم فلسطین تسلیم صهیونیسم نمیشه، اونمو برد و قهرمانی از اونها است. ولی ما چرا جهانیان به عنوان سازمان ملل و حقوق بشر این همه مشاهده میکنن؟ اینها میدانن که اینجا یک مثلثش اومده، اینها میدانن که اینجا یک سه گروه شیطان صفت بالای بشریت بازی های شیطانی رو پیش گرفته. مردم به این مورد باید است که صدای خدا بلند کنند، جهانیان باید است بخیزند، امریکا و صهیونیسم ایران هم مخاطب قرار بدن که شما چه شیطان بازی ها را برای نابودی نسل بشریت به پیش انداختین، و امت مسلمان باید از متحد شوند که شما چرا این برنامه ها و اهداف شما را خدا به پیش میبرید، شما چرا تهدیدات را بر نسل بشریت و بر مسلمانان واقعی شما پیشکش میکنین و برا میاندازین این بازی های شما را. مردم باید است که بخیزند، مردم باید است که سفارت های ایران و سفارت های انگلیس و سفارت های امریکا را در تمام کشورهای اسلامی و تمام کشورهای جهان مورد هدف و مورد انتقاد و مورد مبارزات و تظاهرات و خیزش های خود قرار بدن تا که بشریت از طرف این مثلثشون تهدید به امنیتی نشود. بخشی صاحب اوس رجودم افغانستان موضوع تا کسا هم شپخ بند اسلامی هیوادون چیران افغانستان هم دوار اپ کردی، ولی اسرائیل اسلامی هیواد نده، یو سیونیستی نظام ورطا پا عدی جبه استفاده کرو. چه اسلامی هیوادون چه تر سر کردی؟ خب باید یادآوری بکنیم که کشورهای اسلامی امروز تقریبا تحت استعمار هستند، و همان گونه که در کتاب علامات قیامت یادآوری کرده از جنگ فلسطین با اسرائیل و در اوج یادآوری میکنه، در این شرایطی است که کشورهای اسلامی همه متفرق هستند، قدرتمند هستند ولی اتفاق و وحدت ندارند. امروز اساسی ترین مشکلی که ما در سطح افغانستان و در سطح جهان داریم عدم اتحاد کشورهای اسلامی است. مثلا اینمی بحث سید جمال الدین افغان مطرح میکنه، نخستین بار بحث بیداری اسلام، بحث وحدت، بحث همبستگی، بحث دفاع از ارزش‌های اعتقادی را سید جمال الدین افغان مطرح می‌سازد، و پس از او علامه اقبال لاهوری با تاثیرپذیری از سید جمال الدین می‌آید، این بحث مطرح می‌سازد و بالاخره این جنبش سبب می‌شه که کشور پاکستان از هند جدا شود، و این نظریه اقبال لاهوری است. پس از او مثلا ما می‌بینیم که دانشمندایی که ظهور می‌کنند، مثلا سید قطب، مثلا کسانی که بعد از او ظهور میکنن، مثلا رهبر اخوان المسلمین، تمام اینا هدفشانی است که بعد کشورهای اسلامی به قدرت مشترک مبدل شوند، در برابر هر گونه تهاجم و حمله باید اینا متحد شوند. ولی متاسفانه ما امروز میبینیم که مشکل افغانستان، مشکل کشورهای همسایه و خاصتا جهان اسلام بحث عدم اتحاد و وحدت و همبستگی است. امروز مثلا شما میبینید که کشور ترکیه به عنوان پرچمدار و چراغدار ارزش‌های اسلامی
که اگر ما تاریخش را ببینیم برمیگرده به دوره عثمانی ها که اینا امپراتور بودن، اینا سالهای سال بیرق اسلام تا مدیترانه و تا بحر هند و تا کجاها امپراتوری عثمانی گسترش داد. ولی امروز کشور ترکیه در برابر اسرائیل خاموش است. امروز مثلا کشورهای دیگه سیلبین هستند، در حالی که هر روز تیاره های اسرائیلی میای فلسطین بمبارد میکنه، طفلا کشته میشن، زنها بیوه میشن، مردا اسیر میشن، ولی در برابر از این همگی سکوت کرده، هیچ کس جواب نمیده. حتی کشور خود ما افغانستان هم امروز مثلا نظام ما مجبور است یا ناچار است یا هر چی که است، نمیتونه که عملا وارد جنگ شوه، عملا وارد صحنه جنگ شوه. ما نمیتونیم، به عنوان مسلمانان نتونستیم که ما همو مسئولیت و رسالت ما را در قبال دین و اسلام ارزش ها ادا بکنیم. پس میبینیم که ما با یک بحران کلان مواجه هستیم. مشکل اساسی ما مشکل استعمار است. شما مثلا کشورهای عربی را میبینه که من پیشتر یادآوری کردم، سالهای سال است که اینا غلام هستند، اینا برده هستند، اینا تلفروشی میکنن با آمریکا و با هم پیمانایش، اینا پدر در پدر قدرت میراثی ساختن. امروز در عربستان سعودی وقتی که قبله مسلمان ها غلام باشه، وقتی که کشوری که در اوج خانه خدا است و باید عدالت و دفاع از دین از اونجا قیام شوه و شکل بگیره، او غلام و برده است، ما دیگه چه گله داشته باشیم از دیگرا؟ پس اساسا میبینیم که مشکل اساسی ما مشکل عدم وحدت است، همبستگی است، ما اتحاد نداریم. ما کشورهای اسلامی ضعیف نیستیم. امروز بزرگترین قدرت‌های دنیا را کشورهای اسلامی میتونه شکست بده. مشکل اقتصادی هم نداریم، ولی مشکلی است که ایمان‌ها ضعیف شده. او ایمان اسلامی و حقیقی که باید یک مؤمن داشته باشه در سطح کشورهای اسلامی امروز نیست. از سطح ما شروع تا سطح هموطنای ما، تا سطح کشورهای همسایه، تا سطح مثلا ایران و ترکیه و تاجیکستان و ازبکستان و جمهوریت همسایه، تمام اینا امروز در واقع خاموش هستند و باید در برابر حملات اسرائیل، در برابر حملات این رژیم خونخوار مبارزه و استادگی صورت بگیره. امروز شوروی میای از کشور اسلامی دفاع میکنه، چین میای همپیمان میشه با ایران، ولی ما این همت و توانایی را نداریم که باید در برابر این رژیم صهیونیستی استادگی بکنیم. این جنگ تنها جنگ بین اسرائیل و فلسطین نیست. امروز این جنگ جنگ کفر و اسلام است. این نبرد نبرد اهریمن و اهورامزدا است از دید ادبیات. پس ما میبینیم که امروز ما به وحدت و همبستگی ضرورت داریم. در برابر آمریکا، در برابر اسرائیل باید استادگی صورت بگیره. ما احترام داریم به مردم ما که در کشورهای آمریکا زندگی میکنه، در انگلستان زندگی میکنه، ولی نظامهای اینا نظامهای اسلام ستیز است. اینا کسایی هستند که برای از بین بردن ارزش‌های دینی و اعتقادی امروز آستین برزدن و امروز هزار آفرین میگیم به همت ایرانی‌ها، هزار آفرین میگیم به همت فلسطینی‌ها که با شکم گرسنه، با دست خالی در برابر یهود میجنگند. یهودی که خداوند جل جلاله در قرآن کریم بدترین مردم اینا را اعلان کرده، 6 میلیون اینها را هتلر کشت و تعداد دیگه اینا را در روی زمین مان گفت اینا باشن تا مردم عبرت بگیره و بدانند که هتلر ملامت نیست، بلکه تمام خباثت در پای یهود است. امروز ما میبینیم که این رژیم خونخوار صهیونیست و این رژیمی که کودک و زن و طفل و اولاد میکشه، امروز اینا بدترین مردم هستن و اینا قوم لعنت شده خداوند جل جلاله در قرآن کریم و کتابای عثمانی هستن. بنابراین هزار آفرین به همت ایران، هزار آفرین به همت سپاه پاسداران و بسیچا که امروز در برابر ای ابرقدرت ها استاد هستن و ما حداقل اگر همتی را نداریم که بریم در جنگ علیه فلسطین، علیه اسرائیل، حداقل دعا بکنیم، با زبان خود تشویق بکنیم که خداوند جل جلاله فتح و پیروزی را نصیب مسلمان ها بسازد. بسیار تشکر میکنم. مارید صاحب، ده لارو چارو تبرسو چطر سرسی تنیشون یا دقا کرکیچون چوز پسیمه که روان دی افغانستان تر متظری را نسی گوره لارو ده لارو چارو پا مومه دارا نلدی دادی ایران مشکل دل اسرائیل سره که دی مسلمانان دی نلی خبری اقا به جدا بسته افغانستان و مسلمان ده اپنزوز کال افغانستان من دی مصیبتون را تل کم اسلامی واد را افغانستان تل افغانستان
همدا پاکستان چې همسایه ده وایي چې عراق خو قریب څه ملک به وي زموږ نږدې همسایه و بره له هغه چې باید کومک یې کړی او کومک یې ونه کړ لا نور یې وټکو نو ویې وهلو تباه برباد یې کړو تر اوسه پورې ګوناګیان لا سپوسي چې اوسان لا تر اوسه مورته همدا شعان ورکوي که ما ایراني سیستم او ما یې توره سیم ما خراساني سیم ما یې کیسیم دیګه او دیګه او درنه که هغه هم دوی ته همدا افغاني پدر سوخته وایي نو شرم نه لري ایران هیڅ وخت موږ سره کومه دوستي چې نه دی کړي سړی باید واضح وایي نه پاکستان کړي بل هېواد یې مقیاس خپلې ګټې کړي اوس که خبره د اسرائیلو د هغه د بلې سعودي چې مسلمان ده ټټر وکړي له هغه د اسلام راغلی ولې غاړې نه پورته کوي یا د دوه ویست عربي هېوادونه یا د اته پنځوس اسلامي هېوادونه لبنان بهتره د افغانستان خپلې بېطرفي وغوره کړي بېطرفه دي غرض نه پېکړي په وحي یې کته کوي که هر څه کوي دا یې دوی خپل کار ده مونږ ته څه څه د اسلام په نومه دی یا د جهاد په نومه د شوامې ورکړل ټول وطن همدغو غلا و چور و غصب و هغه یې په سړیو مخونه ووله د خپلو خویندو تی یې پرې کړله د اسلام په نوم باندې که جهاد جهاد په نوم باندې اصلي مجاهدین خو بېچارهګان یا مسول یا په کلو ډرین لري دا غاصبینو غله ډلې تپل راغله افغانستان ته د جهاد په نوم باندې اوس نو بیا یې شعاره د طالب په نوم د بل په نوم باندې شروع کړي دي بیا اوس راځي نو د ایران په راغله اسلام اسو مسلمان اسو همسایه مسلمان دا دا شر فلی دا جاسان دا د مو د مو ماسک د مو وختو ویل چې ته اداره ده ورته په ایران کې په دفاع خارج مرزي ورته وایي هغه اداره 200 تر 300 میلیونه هر کال مصرفوي په د افغانستان کې مصرفوي چې اوسان پر وسله د ګډ د خپل ګډ د پاره ایران په نړۍ نور دنیا هم کې موږ باید په دې جنګو کې په دې غرض ونو کو خپل روح مشکلات لرو خپل اولاد یې ته موجوده ده خپل غیر قانوني سیستم ته روان ده خپل موږ ګورو چې خپل دلته امنیت دقیق سر په سر تامین نه راته اوسه پورې په انزوا کې وجود لرو نړۍ کومکونه مرستې بندې شوي دي فقر او بدبختي زیاته یتیمان دلته دي سوی تغذي دلته دي نو دا حالته په کتو سره باید په ذاته متوجه اوسو مننه همیشه به د افغانان باندې استعمال سي او شعار ورکړي چې هله نه څه وکړي هله نه څه وکړي فایده یې چېرته موږ د فایده چېرته رسېدلې ده همدغه ایران او پاکستان په 50 کاله جګړو د بدبختۍ او قربانۍ د افغانستان دوی آباد بیام در کیلو پا 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 خودکش رو بیگن پرستی و زبانی و قومی و اگر نه نه زبان رفزن رفزی و خپل نتل نازی خپل لما تازی مازی خپل قوم در خپل اگر در مخت وزی مخت روانی خبر پده کرده چی واقع داده چی منگ با به طرفی متغر رو اثر پا افغانستان پده که تو تجارتی مسائل با سوداگری با داریگی در کدوار و مسائل در دغه د پکلو کو دغه د امریکا په پیدا کو کدا چې دغه په دغه سوداګری د مچکی موږ مرکزی اسیا او د وسر فورم دا اوس په کومه سره پسو خپل کډوال د مته دا ویني سمه افغانان ګادې فاطمه ر زینبولو جای شو اد په نوم باندې استعمال نکي هغه هم سره چې ماجر ته افغانان ته ورنه واچول چا د فاطمه وکړه هغه ضروري نه و هغه ګادری نه و هغه مسلمانی نه و یو اوس راځي دغه شوارو من دغه تالیچو رو شوارو من دی نور افغانان باید نه خولی خپل ځان ته متوجه سي خپل آینده ته متوجه سي خپل ژوند ته خپل زندګي ته خپل اتفاق ته خپل ملي ګټو ته ګوره د نورو ګټو ته نور نه ګوره هر چا چې د پردي هېواد نه دفاع وکړه هغه د ترین جاسوس ده ډېر زیاته مننه کوم تثبیتوی مه کې توروی په نیجي کې خپل هېواد ته خپل ځان فکر کوی یو موږ چې په ایران هر څه کوي موږ چې د نوران طرف د اسلام یو دا نور اته پنځوس هېوادونه اندونیزیا ولی څه پاتې مصر ولې چوبه اندر اس دانور یو باندې استامي ولې چوبه تراو دا فارې او ترکیه ترکیه د اوس په ناتو کې څنګه ناس سم چې عثمانه دا 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 ټول خبره لاړې په خواني غیرتونه لاړې په خواني اتفاقونه لاړې دا خپل اصول کومې چا وصل چا کې نه ولید دې ته باید موږ فکر وکړو نور باید په دې شرم نه وګورو ډېر زیات مننه کوم مارې څه کورا په خیر سره سګي وخت په پاتې رسېږي کور بعد ان ماری صاحب وقت پای ترسیده ده آقای خراسانی برای حل این بگومگوها مسئولیت ها بر کیها میتین در منطقه و در فرامنطقوی در سه بود اگر ما تقسیمات داشته باشیم بود داخل افغانستان که شغله های آتش به داخل افغانستان نبیایه بود منطقوی و بود جهانی که حمایت از یهوداست در خصوص در بل خصوص کشورهای غربی ببینید در افغانستان که ما پیشتر برای شما واضح ساختیم که برای هیچ گروه و عناصر فتنه‌گر و منافقین اجازه داده نمیشه که امنیت مردم افغانستان را اخلال کنه و اینجا مردم افغانستان را نفاق برای هیچ عناصری و
و برای هیچ کشوری برای هیچ نخوزه. در مورد کشورهای خاور میانه و عراق و سوریه متاسفانه شما ببینید، ایران نقص میکند تمامیت ارضی کشور، دولت مستقل عراق در اونجا گروه های توریستی خدا میفرد. ایران نقص میکند اونم تمام قوانین و میثاق های بین‌المللی در سوریه گروه های توریستی به نام زینبیون و فاطمیون میبرد. اینها خودشان میخوان که تهدیدی برای بشریت باشند، اینها خودشان میخوان امنیت منطقه را مختل بسازند، ناامن بسازند. برای چی؟ برای پیشبرد اهداف شومی که خود امریکا، خود اسرائیل و خود ایران اینجا اهداف دارند بر نابودی مسلمانان واقعی، بر نابودی خصوصا واضح برتون بگم، بر نابودی مسلمانانی که اهل سنت و جماعت مسلمانان واقعی هستند. اینها فقط خواستن برزنن بر نابودی اهل سنت و جماعت. اهل سنت و جماعت در سر و سر نابود کنید، نسل کشی کنید. ما آماده هستیم که حقوق مسلم خود و امارات اسلامی تازه در اعلامیه گفته که کشورهای منطقه باید از گسترش شدن بحران جلوگیری کنند. فکر میکنید امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه کشور از کیها و چگونه باید از بحران جلوگیری کند؟ این از کیها میخواهد؟ فکر میکنید سازمان ملل متحد یا هم کشورهای تاثیرگذار در منطقه، مثلا روسیه، چین و اندونزیا که خوب در منطقه تاثیرات خود داره؟ ببینید آقای امید، خوب رهبری امارات اسلامی به خصوص آدرس وزارت خارجه امارات اسلامی آقای متقی، اینها مسئولیت های خود دارند در بحث امور روابط سیاسی و پالیسی که دارن و هم وقف خودم می داشته باشند. و در حقیقت هدف آقای متقی و دیگر کشورها هم همی هستند که امی مثلث شوم از این شیطنت بازی ها و از این نعم ساختن منطقه دست بردارن، مردم را بگذارن که با زندگی عادی خود که شوهرها در تمام سراسر جهان مردم ملکی حق دارن که زندگی کنن، ولی اینمی مثلث شوم به خاطر فروش اسلحه خود، برای فروش بودهای مختلف از ما پیشتر برای شما یادآور کردم. یک بود از یک از فروش اسلحه و تسلیحات نظامی است. یک بود از این است که ایران اینمی فکر غیر اسلامیه که ما دلیل شرعی داریم، اینمی مذهب غیر اسلامیه که در لباس اسلام میان اینها را میخواهد گسترش بدن در کشورهای عربی، اهل سنت را سرکوب کنند و اینها را تمامش از انفجاران و همسبان خود داشته باشند. حتی در افریقا و در سومالیا و سودان و اینجا اینها فعالیت های خود آغاز کردن و ما بیشتر تاسف کردم بر حال امت مسلمان واقعی اهل سنت که اینها در خواب غفلت و در پشت فوتبال و کرکت و این چیزا هستند، در گسترش دین واقعی اسلام اینها تفکر و یک اقدامات و برنامه هایی ندارند. اینها بودهای مختلفی است که در این مورد ما وقتی بسیار کافی لازم و ضروری است که آدم در این مورد بحث کند که ایرانی ها با امریکایی ها و با صهیونیزم اونها میخواهند که هم صهیونیست ها میخواهند که اسرائیل در اشغال خود بگیرند و تمام شما یک بحث اسرائیل بزرگ، اسرائیل بزرگ یک نقشه ای که نزد صهیونیست ها هست که ما ببینید حتی با اکثرت کشورهای دیگر عربی را اونها تهدید میکنند که خاک ما هست. اینی ایرانی ها زمینه متعهد بسازند که اسرائیل به اهداف خود برسند و امریکا و بریتانیا خب اسلحه جنگی خود بر اسرائیل و بر کشورهای دیگر با فروش میرسانند. اونها خب بدون شک امت کفار و امت واحدی هستند که در کنار یک دیگر هستند. ما این توقع نداشته باشیم که امریکا و انگلیس از اسرائیل حمایت نمی کنند، ولی ما تأسف میکنیم بر حال امت مسلمان و بر حال کشورهایی که در ظاهر خود اسلام میگیرند و مسلمان میگیرند. اینها غافل هستند و اینمی نسل کشی امت واقعی مسلمان که اهل سنت است این وسط چشم سر مشاهده میکنند، ولی چون که حلقه غلامی امریکا و غرب و یهود و نصارا و گردنشان هستند اینها خاموش هستند. ما تأسف میکنیم، مخاطب ما مردم است، مخاطب ما امت مسلمان جهان است و به خصوص مردم مسلمان افغانستان است که درک کنند این شیطان بازی ها را، این فریب را. اگر کسی با این تفکر باشد که ایران و اسرائیل با هم دشمن واقعی هستند، در اصل منطق از وا شما شک داشته باشید اونها صحتمند نیستند. بسیار تشکر میکنم. ایشان تنبازی ها را ما به درستی درک میکنیم و ما مطالعه دقیقی از ایران و صهیونیسم و امریکا داریم. بسیار تشکر میکنم آقای خارسانی. آقای بخشی، چی فکر میکنید چگونه از شعله های یا آتش ما حداقل کنار برویم و مردم افغانستان متضرر نشه؟ خوب، اساساً باید یادآوری بکنیم که این جنگی که امروز ادامه پیدا کرده
طبیعتا تاثیرات خود بالای افغانستان، تاجیکستان، کشورهای همسایه، جمهوریت هایی که در همسایگی ما قرار داره، طبیعتا تاثیرگذاری خود داره. و من فکر می کنم که این جنگ جنگ دوامدار نخواهد بود، به زودی با روابط دیپلماتیک و روابط سیاسی و از طریق دیپلمات ها و مداخله کشورهای بزرگ حل و فصل خواهد شد. ولی پیام خوبی که درگیری داشتی بود که حداقل نشان داد که کشورهای اسلامی هم توانی را داره که در برابر استبداد استادگی بکنه. و در واقع جنگ ایران و اسرائیل در واقع جنگی بود که برای ما ثابت ساخت و برای کشورهای اسلامی ثابت ساخت که در واقع آمریکا قدرت شکست ناپذیر نیست و اسرائیل هم او چیزی که خود بزرگ و قدرتمند نشان میده به او پیمانه نیست. و ما و شما شاهد بودیم که در برابر فلسطین اینا به شکست مواجه شدند، تا ای که آمریکا با تمام قوت آمد از فلسطینی ها، از اسرائیل دفاع کرد. و کشور ایران هم در واقع خواست نشان بده بر دنیا که امروز من هم هستم و من هم به عنوان یک کشور بزرگ میتونم که از ارزش های اعتقادی و نظامی و در واقع کشورهای اسلامی دفاع بکنم. و در واقع من فکر میکنم که جنگ فلسطین و اسرائیل ادامه خواهد داشت و این جنگ تداوم بخشیده میشه، ولی درگیری ایران و اسرائیل شاید که به زودی خاتمه پیدا بکنه و روابط دیپلماتیک بینشان ایجاد شوه. ولی هدف ما ای است که باید وحدت و همبستگی و بسیج کشورهای دنیا در برابر اسرائیل صورت بگیره. فرض میکنیم که امروز کشور اسرائیل ایران منزوی ساخت، منزوی شدن کشور ایران فردا تهدیدهای بسیار بزرگی برای ماست. فردا ایران منزوی شد، آمریکا هدف دومش افغانستان است، میایه مثل 11 سپتامبر نظام امارت اسلامی افغانستان را بمبارد میکنه، مردم را میکشه، این نظام از بین میبره. ما و شما در طول تاریخ دیدیم که در طول تاریخ ما و شما دیدیم که آمریکا تمام کشورهای اسلامی را از بین برد. مثلا در مصر اخوان المسلمین از بین برد، صدام حسین اعدام کرد. و اگر ایران منزوی شد، فردا هدف دیگهش افغانستان است و مطلق نظام اسلامی که ما امروز داریم در افغانستان ایر آمریکا از بین میبره، ایر منزوی میسازه. و هدف آمریکا، هدفش، هدف نهاییش است که اسلام از بین ببره. امروز ایرانی ها هر چی که است، به هر عنوانی که است، به عنوان یک کشور اسلامی در برابر دنیا قد علم کردن و در واقع از بین رفتن ایران، بله، منزوی شدن ایران به نفع ما نیست. و در واقع این تهدید بسیار بزرگ است و ضربه بسیار محکم به جهان اسلام است که فردا باز در واقع این بحران دامنگیر خود ما هست و این بحران بالاخره میآید دامن ما را میگیره. به این خاطر امروز باید حمایت صورت بگیره تا بسیج عمومی مردم در سراسر دنیا، تمام کشورهای اسلامی در برابر اسرائیل جنایتکار باید بسیج ملی صورت بگیره. ډیر زیات مننه کوم عزتمند میلمانو او نړیوالو چې موږ سره په پروګرام کې ملتیا وکړه. کور آباد، بخیر، سلامت باشین. او په همدې ترتیب سره لا تاسو عزتمند او اوریدونکو څخه هم یو نړیوال مننه.